بیننده عزیز سلام، شامتان بخیر. آرزومند هستیم هر جایی که شما هستین خوب و صحتمند باشین و روزای سرد زمستان همچنان بخیر سپری شوه. یک ساعت مهمان خانه های شما هستیم با مهمانایی که در کنار ما هستند و موضوعاتی که امشب در برنامه جا دادیم. امیدوار هستم که شما هم بیننده برنامه باشین. یک ساعت ما را تحمل بکنین. معتمن دارید در برنامه حرفایی که گفته میشه، من امیدوار هستم که برای شما جالب باشه و حداقل بتانین یک استفاده اندکی ازش بکنین. با جمع همکارای ما تلاش میکنیم که این برنامه را مطابق میل و مطابق خواست شما خانواده های خوب تهیه و ترتیب بکنیم. امشب در برنامه ما قرار بود که با منیره جان باشم، ولی نمیدانم که منیره جان هم یه هوای سرد در کجا باز. ما منیره از جمله آدم های خنک‌خوره هستیم که همیشه شکایت میکنیم حتما کدام جای رفته تا کم خودش گرم بکنه. بیا یه طرف استیدیو، ما برنامه رو شروع کردیم، ولی بخش دوم برنامه امشب بخش گجت برنامه است و بخش تکنولوژی که منیره جان میاین و موضوعات جالب یا تازه از دنیای تکنولوژی که در این هفته چی هست و چه ها را برای شما معرفی خواهد کرد منتظرش میمانیم، در بخش خودش بیننده میشیم. ولی حالا در شروع برنامه همیشه ما میایم از هوای سرد، از زمستان، از خنک شکایت میکنم. وقت آدم بیرون میبره، در بیرون حرفای دیگه هم هست برای شکایت کردن، چیزهای دیگه هم هست برای شکایت کردن. امروز همکارای ما، تعداد زیادی از همکارای ما شکایت داشتن وقتی میگفتن ما طرف دفتر میاییم، طرف محیط کار میاییم. امی شهر کابل یک شهر بسیار خرد است و در اینجا همی هر گپی که باشه بسیار زود پخش و نشر میشه و هموطنای ما اگر بابت کدام موضوع اذیت میشن با زود و مو زبان به زبان به گوش ما میرسه. زمستان در همه دنیا زمستان است، نه که ما تنها بیاییم زمستان را توجیه بکنیم به افغانستان که تنها خنک است، زمستان از بیکاری، از فقر، از هر چیزی که هست بیاییم به وطن خود ما ربط بتیم. یه حرفا در هر کشور دنیا هست و در هر جای ممکن است اتفاق بیفته، ولی ما افغان ها کمک که بعد گهگاهی در رفتار خود، در کارهایی که میکنیم در اجتماع، در محیط و با مردم خود کمک هم سهلنگاری میکنیم و هم افراط میکنیم، اکثرا زیاده روی، حتی زیاده روی میکنیم. آل همکارای ما امروز میگفتن وقت ما طرف دفتر میامدیم، همی موترهایی که در بین شهر و بازار گشت و گذار میکنن، کار میکنن در مسیرها که مردم درش میرن میاین، از نرخ مشخص ندارن یا هر وقت که دلشان شد خودشان نرخ گذاری میکنن. بعد از ساعت دو نیم سه بجه روز که میشه اینا خودشان قیمته که مثلا قیمت یک موتر کرایه یک فرد اگر 20 افغانی هست، اگر 10 افغانی هست بزرگ میاین دو برابر میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر که هوا سرد است. یا هیچ دلیل ندارم، مثلا سه بجه روز ما هم تجربه کردیم گاهی که موتر دفتر نباشه، اگر بخوایم با موترهای تاکسی یا موترهای شهری طرف خانه بریم باز میبینی که کرایه موتر دفتن بالا میره. میارن میگن که اگر بپرسی که چرا، بعض هایشان استثنایی کارم میکنن، بس پرسان بکنی که چرا، میگه خبر داری که تیل چند است؟ خبر داریم، ولی ما خیطر هم نیست که کدام سیاره دیگه زندگی میکنیم یا تازه مدقه آمدیم در ولایت کابل. خب ما هم اینجا شار ماست، هم اینجا زندگی میکنیم روزمره، ما هم مثل شما در خرید و فروش هستیم، ما هم اینجا از بازار خبر هستیم. ولی نمی کرایه موترها را اکثر هموطنهای ما شکایت دارن. ما امیدوار هستم که ریاست ترافیک شهر کابل این موضوع را پیگیری بکنن و با دریورای عزیز صحبت بکنن، اما نرخ مشخصی که برایشان تعیین شده، کرایه مشخصی که تعیین شده، از دل خودشان هر دقیقه دلشان شد پایان بلند نبرن. من باز دفعتا میبینی کرایه را دو برابر چارج میکنن سر مردم و مردم بیچاره چون هوا سرد است، خنک است، یا دوست دارن زودتر خانه برن که گرم شوند، پیش خانواده خود برسن، شام نشه سرشان، شب نشه، همو هرچی که میگن از مجبوریت مردم استفاده میکنن. او بیچاره میشینه میگه بیا خیر گپ نیست، ولی واقعا این کار که اکثریت دریورا میکنن ناانصافی است، خودشان رو میفهمن، خودشان، خدایشان و وجدانشان، ولی این کار نکنین، حداقل با هموطن خودت این کار نکنین. وقتی بیاییم ما در حق هموطن خود ما که میدانیم که در چه حالت زندگی به سر میبرن و این روزهای سخت دشواری که فعلا همه مردم با او مواجه هستن، در همچی یک حالت حداقل شما هم درجه ظلم یا خشونت بالاتر نبرین با این کار. یک خواهش از همه تاکسی دریورایی که در داخل شهر کابل کار میکنن و
اگر میخواین روزی حلال پیدا کنین، طریقی روزی حلال پیدا کردن این نیست که از یک هموطنتان به زور شما یک پول را بگیرین تا بتوانین خانواده خودتان خوب نان بدین. خودتان رو میفهمین که کارتان غیر منصفانه نیست و نباید همچی یک کار انجام بده. حال هوای سرد کابل، خب متاسفانه من میفهم در اکثر خانه های کابل، شاید ولایت هم همچی یک چیز باشد، چون در نقشه که هواشناسی نشر کرده بود همه افغانستان را گفته که تا امی چند روز آینده هوا فوق العاده سرد است و 90% آبای افغانستان را یخ میزنه که امی رقم شده. در کابل از هر کس میپرسی مکمل همون نلای آب در داخل خانه ها یخ زده شده، حتی بعض جاها تا 35 درجه را مگر ما اشتباه نکنیم تا 35 منفی 35 درجه هم مو سردی هوا است. لطفا مواظب صحت خودتان باشین، مواظب کودکای نازنینتان باشین، مواظب کهنسالای خانواده که اگر میخواین بیرو برن برای کار یا برای نماز یا برای خرید، برای هر آن چیزی که هست مواظبشان باشین. جاده ها مخصوصا کوچه های کابل، ولی جاده های عمومی آفتاب خورده پاک است، ولی کوچه ها همه جا یخک است و یخبندان است. خدای نخواسته در یوای سرد اگر روی یخک ها کسی بلخشه و بفته، خب باز هیچ امکان نداره که او سالم پس بلند شوه، چون هوا فوق العاده سرد است، حتما استخوان ها صدمه میبینه. خدای نخواسته به او حالت نرسین. تا کار بسیار ضرور و الزامی ندارین از خانه ها بیرون نشین و مخصوصا اطفالتان را اجازه نتین از خانه براین، و کلان ها را اجازه نتین از خانه بیرون براین. و مسیر سالنگا را دیروز گفته بودن، تا دیروز شام هم مسیر سالنگا بند بود و نمیدانم که باز شده یا نشده. اونا یک طرف ولایت ها رونده هستن، کار و بار دارن، روزمره میرن و میاین. اونا هم شکایت داشتن که موترهای کلان مسافربری که در مسیرهای شاره ها کار میکنن، اونا هم کرایه راه را حتی تا 40% افزایش دادن سر مردم، و مردم شکایت داشتن که ما نمیتونیم اینم کرایه را دفعتن از یک طرف میریم با یک قیمت، اگر برمیگردیم با یک قیمت دیگه. بسیار زیاد است. ما امیدوار هستم که مسئولین توجه بکنند این قسمت. درست است که زمستان هست، ولی دفعتن قیمت تیل و گاز دو برابر نشده در بازار، نهایتش 2 افغانی 1 افغانی پایان بلند میشه، ولی کرای موترا و کرای مسیرهایی که مردم میره، شهرها میره، ولایت ها میرن، که دفعتن سر مردم دو برابر میشه. به این تو مانا میته که تیل مو لیترش دو برابر قیمتش افزایش یافته باشه، نهایتش که پرسان میکنی 2 افغانی 1 افغانی تفاوت کرده. ولی اکثریت دریورا قسمی که ما هم در جریان هستیم و شما هم میدونین، به خاطر قیمت بودن تیل باز میرن موترایشان گازی میسازن، تبدیل میکنن و فکر میکنن که شاید او طرف هم یک سهولت باشه، ولی متاسفانه که امونجا هم حالا گازفروشی ها هم و گازفروش ها هم باز میبینی که 1 افغانی اگر در عمده فروشی سرشان قیمت بالا آمد، بازی ها میاین تا پرچون سر مردم هم کرایه را دو برابر میکنن. یا کسی که اگر به خانه خود گاز خریداری میکنه، اگر در اونجا یک افغانی سرش قیمت میشه، بازی میاد در اینجا دفعه میبینی قیمت 20 افغانی 10 افغانی بالا میبره. اینی کار واقعا ناانصافی است و نباید حداقل خود ما در حق یک دیگه خود که هموطن یک دیگه خود هستیم، برادر یک دیگه خود هستیم، خواهر هستیم، از یک ملک از یک خاک هستیم، نباید قدر ظلم در حق یک دیگه خود روا بداریم. به هر حالش ما در شروع برنامه زیاد پر حرفی نمی کنم، فقط شکایت هایی است که اکثر هموطنان ما می کنن و این درد مشترک همه ما هست. همه ما از این زوایای زندگی متاسفانه روزمره مایوس میشیم و رنج میبریم. امیدوار هستم که همه هموطنان ما رعایت بکنن، هندک دل بسوزن به هموطنان خودشان. این برنامه یک برنامه اجتماعی خانوادگی است و ما تلاش میکنیم که از طریق از این برنامه بتانیم اندکی صدای هموطنان ما باشیم. و بیشتر از این زیاد حرف نزنم، بریم طرف یک وقفه کوتاه. بعد از وقفه ما مهماندار هستیم و در ادامه امشب ما بخش تکنولوژی را خود داشتیم. بعد از وقفه زود برمیگردیم، شما هم بیننده برنامه شام یک باشین.
بیننده عزیز، بازم خوش آمدین ادامه برنامه شام یک است و تشکر از شما هایی که این برنامه را برای دیدن انتخاب کردید. اونایی که تازه پیوستین یک بار دیگه سلام و شامتان بخیر. ما هم آرزومند هستیم که شما خوب باشین، سر حال باشین، با اعضای خانواده تان بیننده برنامه باشین. چای سبز نوش جان بکرین کنار بخاری و عزیزای خانواده تان. ما در کنار خود مهماندار هستیم و اینکه امشب مهمان ما کی است از زبان خودشان میشنویم. و در آغاز من قدر میگم براتان که یک جوان فوق العاده فعال، نویسنده همچنان هستند، شیر همچنان میسرایند در مراکز آموزشی تا جایی که ما شنیدیم خبر داریم، تدریس همچنان میکنن. آقای نصیر احمد مهراز کنار ما هستن. سلام، شامتان بخیر. سلام بنظیر جان، خدمت شما. سلامونم نیکی هلی ده شام یک خبرون طول لیدون که تا هلی لرم چه جور روغ رامت و سیو که هر چی ریاسته مسکا می هیروی چه دغا مسکاگانه در جوان پا سخت شرایطو که او پا کڑا وڑا که او پستونز که مک دادمانوی دیل پارا چه جوان وکو زیار و باسو پا پخپل پخو داریگو او مخکخ وسو. خدا کنه که یک برنامه زیبا و همون تو پر انرژی داشته باشیم. انشالله که می داشته باشیم. وقت شما قدر با انرژی شروع کردین، انشالله که تا ختمش ما همی قسم با انرژی صحبت خواهد کردیم. و من دوست دارم آدم های با انگیزه و با انرژی را، وقت آدم ها خودشان انرژی مثبت داشته باشند، گفتارشان میبینی که با انرژی هست و از امو گفتارشان میتونه یک انرژی مثبتی که به ما منتقل میشه و از طریق ما برای شما ها منتقل میشه. این خودش یک حرف بسیار نیک است. اما قسمی که در شروع برنامه ما گفتیم که نصیر جان چند کار همزمان انجام میتن، اینا تدریس میکنن، درس میخوانن در دانشگاه، خودشان هنوز محصل هستن، تازه فارغ نشدن و در کنار از او خودشان پس دوباره درس میتن برای تعداد دیگه از جوانایی که کدام رشته ها را درس میتن، چه ها را درس میتن، از زبان خودشان میشنویم. من قبلا در یکی از مکاتب خصوصی تدریس میکردم، فعلا در یکی از آموزشگاه ها ریاضی که اصلا ربط نداره به علوم انسانی و علوم ساینسی است اما علاقه که دارم تدریس میکنم و همچنان با بیشتر از 400 جوان شاید در هم رنج مثلا خودم باشه که چینا نقاش هستن، رسام هستن، نویسنده و شاعر هستن به طور غیر مستقیم یا مستقیم از طریق واتساپ یا همچنان حضوری در ارتباط هستم و صنفای به شکل کارگاه باشه، کارگاه آموزشی از علم عروض که بخش شعر میشه و همچنان ترفندهای نویسندگی، دستور زبان، علامت آیین نقطه گذاری و نشانه ها در نوشتار، اینا را مثل کورس های یک ماهه اینا را مسیرشان را مشخص بسازه به خاطر که خیلی ها امرای که در ارتباط هستن اینا یا در یک گوشه کنار افغانستان هستن که اینا زمینه ندارن یا طبقه اونا فعلا زمینه و شرایط برشان موقوف شده. اما یک ایده از ذهن من بود که یک روز بتونم داشته های خود اگر یک کلمه است انتقال بدم، اگر دو کلمه است و همگام با جوانا پیشرفت کنم و فعلا هم 4 صنف دارم در آنلاین که دوتایش در بخش شعر است و هم دوتایش در بخش نویسندگی است که اینا رو همه روزه تدریس میکنم. بسیار کافی نیک. شما خودتون در دانشگاه کدام رشته رو درس میخوانید؟ در دانشگاه رشته ژورنالیسم. ژورنالیسم میخوانید. سال چندم است؟ سال دیگه اگه تحولات نمیام سال 3 بود دیگه، فعلا سال 2 بخیر. خیر از کافی نیست دیگه، تحولات هم که آمده ان شاء الله که درس ها ادامه داره و شما در سایتان آل خلاص زمستان است، رخصتی زمستان آل دیگه شاید کل دانشگاه ها رخصت هستن تا سال جدید تعلیمی را باز انشالله که همه دانشگاه ها پس دوباره باز میشه و همه گی میرن طرف درس و مصروفیت هایشون. میتونین همزمان با زیر دو کار یا چند کار را که انجام میتین مدیریت بکنین، هم خودتان درس بخواین و که مسئله باشی خودش حداقل روزانه 4-5 ساعت وقت اضافی لازم داری که تو درس بخوانی، برای فردا آمادگی بگیری، چپترا را بخوانی، سلایدا را بخوانی و چیزهای جدید تحقیق بکنی، سرچ بکنی، پیدا بکنی. همزمان میتونی هم بخوانی برای خودت قدر آمادگی و هم پس دوباره تدریس بکنی. من همیشه وقت یکی خب به خاطر هر کار باید یک انگیزه باشه، البته ذوق استعداد خواست می باشه ولی اگر انگیزه نباشه ما با کار اقدام کرده نمیتونیم. من میشه انگیزه ما یک بیت معنوی مولوی بوده که با اون بیتش اقبال لاهوری تغییر کرد. اقبال لاهوری باعث شد که در سال 1947 یک مملکت تشکیل داد با عالی جناح. همون همیشه وقت من ذهنی ما است که او بیتی است که دوز دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. یعنی از خوابیدن کده ناق ناق کوششم خوب است، ناق ناق گشتنم خوب است خوابیدن کده.
و این همیشه بر من انگیزه بوده و این که شما گفتین که چطور همزمان میتونم باید من یک من ذهنی دیگه در این رابطه دارم که من میگم انسان ها سه نوع است. یک انسان های هستن که خودشان پیشرفت میکنن و فقط پیشرفت میکنن و یک انسان های هستن که دیگران را پایین میزنن خودشان بالا میمانن میگم ما پیشرفت کردیم. مثلا اگر ما خود در سه باشیم او هم در سه است. ما خود در دو میزنه خودش در سه میمانه میگه اوه ما پیشرفت کردم. در حالی که غلط میکنه اشتباه میکنه. ولی یک انسان های هستن که خودشون در سه هستن و خودت هم در سه هستی من کوشش میکنه که او هم در چهار بده دیگرها هم کش میکنم روی خود بالا میبره. همیشه وقتی ذهنیت در ذهن ما بوده و شاگردای ما شاید سه یا چهار دانش در طول یک سالی که من آنلاین درس دادیم همسن ما باشند. دیگه تمامی شون است ما که سنشون بالاست. حتی ما شاگردای داشتیم که این فلانم دارم استاد دانشگاه کسایی بوده که مثلا معاون یکی از سازمان‌های بسیار معتبر به افغانستان همچنان اساتید مدیرای آموزش مراکز آموزشی اینا کلش شاگردان هم بوده و من افتخار به خاطری میکنم که از داشته‌های خود میتونم استفاده درست کنم و می انگیزه است برام که انشالله شب بیداری دارم خواب اگر بگویم منظم اون 5 ساعت حداقل باید باشه ندارم متاسفانه تو وقتایی میشه 5 ساعت خواب میگیرم تو وقتایی میشه که 4 ساعت خواب میکنم 3 ساعت ولی انگیزه دارم به خاطری که به جهان کار کنم. سلامت باشین مهراب صاحب. قسمی که در شروع ما یک صحبت داشتیم شما نویسنده هم هستین چی می نویسین؟ باید یک موضوع رو من در اول بگویم که من از آغاز طفولیت شعر نوشتن میکردم. صنف 6 مکتب بودم که من شعر نوشتن آغاز کردم و از وطن میگفتم و از فقر میگفتم و از دردهای جامعه در اشعار خود میگفتم. یعنی نوشتن از وقت شروع شد و فرق بین نویسندگی تا شعر اگر بگوییم شعر ما را یک بار میکشانه به یک طرف یک بار میکشانه به دیگر طرف و نویسندگی که از در یک بند یا یک پاراگراف یک مفهوم مشخص برات ارائه میکنه. کتابی که تو مطالعه میکنی فصل ها داره و ما فصل هایش تشریح شده و کلمه به کلمه یک مفهوم مشخص برات ارائه میکنه. در یک سال آخر بالای نویسندگی برتان بگویم به شکل فنی بالای خود کار کردم. خیلی استادای بودن در این بخش مرام کاری کردن چی در دانشگاه چی در دانشکده ادبیات دری که ازشان کمک خواستم و در آنلاین که در سنوفشان اشتراک کردم و بیشتر از تقریبا 9 کتاب شاید 9 کتاب جامعه را خودم مطالعه کردم و فعلا گزارش نوشته میکنم. بعض دست نویس ها دارم و همچنان بعض نوشته هایی که باز مربوط شعر میشه سپید و شعرهای نیمایی است که اون ربط میگیره به نوشته خوب و نگارش عالی. ولی بلموم که بگویم تقریبا 6 ماه میشه که من در بخش شعر کار میکنم و شاید بیشتر از 3-4 هزار بیت شعر نوشته کرده باشم. سه چهار هزار نه در طول 6 سال که براتون گفتم درست در طول 6 سال که 6 یا 7 سال که مثلا نوشتم میکنم پیا پی. خب در 5-6 سال که شما نویسندگی میکنین مینویسین کدام اثر یا مجموعه هم چاپ شده تا هست؟ این خیلی گپ مهم است که خیلی ها دقیقاً یک گپ بسیار مهم است که خیلی ها یادآور میشن که مثلا اثرتان کجاست. یک کارگاه من 2 ماه پیش دایر کرده بودم در مرکز سیمینارهای افغانستان در اوج شاگردایم دغدغه ذهنی شما می بود که استاد خودت تو یک اثر باید بر ما بیاری که ما این کار افتخار کردیم. باز من یک دیدگاه دارم. من برشان میگم من میتونم ما به یک مدت بسیار کم به یک جای رسیدیم. من میتونم شما راهنمایی کنم مثل یک جاده ای که شما قرار میگیرین گویا مسلحه جاده ما براتون میگم چگونه او را بگیرین شیرها و گرگای جاده را ما براتون نشان میدم ولی فرش باید خودتان بکنین. یعنی فایر جاده را من نمیتونم کرده بر شما. من میتونم شما را در قسم یک مسیر مشخص قرار بدم. اما کتاب نال ایج یک بحث داره. شما ببینین کسایی کتاب نوشته کردن و یا براتون بگم کتابایی که تاثیر داشته در جامعه ما نویسنده هایشان کم از کم در سن 40 سالگی یا حداقل 35 سالگی 30 سالگی نوشته کرده. بخاطر چی؟ تنها علم نیست بحث ما. از تجربیات اونا که داشتن از داشته های برتون بگیم بعضی ها میگن که پختگی برسن نه بعد از باز کتاب نشته میکنن از اگر مولانا جلال الدین بلخی رو ببینیم آثار شب حالا بحثی نیست مهراب صاحب که سن شما باید به پختگی برسه باز شما باید یک اثر داشته باشه بله موضوعی نیست ولی موضوعی است گفتم مرد آخر شما نموندین 6 سال است می نویسین و در 6 سال اگر کسی دیگه تا بالا شاید 6 اثر می داشت اگر سال یکی بشه خب گفتم مرد آخر نموندین نه اینال اتگاه پس که در بخش نویسندگی من نوشته دارم به شکل پی دی اف کتابای دارم 2-3 کتاب دارم یکیش پرسه های پاک یک کتاب است کورا
کوشش میکنم و دسترس دیگر را قرار بدم، اما اقدام به چاپ هیچ وقت مکده نمیتونم. در سن مثلا من چیزی کم 20 سال هنوز نشدیم، من هیچ وقت اقدام به چاپش نمیکنم. و 6 سالی که من فعالیت دارم بخش شعر بود براتون گفتم، در بخش نویسندگی من 1 سال است که ما وارد دنیای نویسندگی به شکل فنی شدیم. و 6 سالی که من فعالیت داشتم 3 یا 4 سالش است که من به شکل فنی علم عروض که علم عربی است وارد شدیم و به شکل فنی ایره آموختیم. بر ما جالب است، خداوند بر همه جوانای ما استعداد بده، ولی جالب است که همزمان هم مسئل دانشگاه باشی، باز درس دانشگاه هم بخوانی، وقت اضافه بر از او هم داشته باشی، تدریس هم بکنی، نویسندگی هم بکنی، کورس های آنلاین هم داشته باشی، ولی جالب است خداوند استعداد برای همه جوانای ما بده و کلگی همین قسم تلاش بکنین، زحمت بکشین، حتما روزای خوب زندگی سر راهتان میه. در مراکز آموزشی که شما تدریس میکنین بر علاوه ریاضی دیگه چی مضامین رو تدریس میکنین؟ فیزیک قبلا تدریس میکردم، من 17 ساله بودم، شاید بارتان نشه 17 ساله بودم که در یکی از کورس ها به اسم ولیزاده در کمپانی بود، من مدیریت یک کورس پیش میبردم، یعنی شاید بگم یک مدیر خردسال، بسیار سنم خرد بود و کنار زو کنار او من خردسال نیستین دیگه، خودتان به جمع خردسال حساب نکنید. نه خاله، فعلا خب تقریبا 3 سال گذشت تقریبا. اما وقت من فیزیک هم راش تدریس میکردم در اون کورس، ولی فعلا ریاضی رو که من تدریس میکنم در آموزشگاه شما اخ بجانب هستین، میگین همگیش چگونه جمع کردن این کارگاهی که همین کارگاهی که فعلا من دایر کردم، من تصمیم گرفتم که صنف حضوری خودم من را کنسل کنم. بخاطر چی؟ بخاطر که نمیتونم رسیده نمیتونم. این می صنف که من دایر کردیم کسایی هستن مثلا که باید بالای هر کدام زیم وقت بگذارم، هر کدامشون مثلا اگه نوشته میکنن یک مقاله داشته میباشن، باید کم از کم هر کدامش اگه 5 دقیقه وقت بگذارم، 60 نفر اگه باشه شما یه ذره 5 بزنید خیلی وقت زیاد میخواد. و باز من خودم مطالعه دارم، من خودم درسای دارم، باید به اونها برسم. از او خاطر اقسم میشه که چند تربوز دیگه دست گرفتن. دیگه نال توانه این فرق میکنه، شما گفتین استعداد، بله دقیقا استعداد خداوند میته، بر کس میته، هر کس باید استعدادهای خود پیدا کنه، ولی که خودش چقدر کار میکنه بالش، این دیگه باز برمیگرده به خودش. بدون شک امیر رقم است. از جمله اشعاری که سرودین تا به حال یکیش هست که بسیار دوست داشته باشین و حال ما زبان خودتان بشنویم؟ بله دقیقا 100%، من اشعارم اینجا خود زیاد است همراه من، ولی یک نوشته که شاید یک ماه پیش نوشته بودم، عنوانش هم مانده، یک غزلی است که شعر و رسامی، یعنی ما خواستیم که یک قسم به تصویر بکشیم این غزله که گویا رسامی شده در ابیاتش. خوب است میشنوید. اینو براتون میخوانم. نوشته بودم: بامدادت کاج صلح‌آسا بکش، حومه با یک خانه یا ویلا بکش. بامدادت کاج صلح‌آسا بکش، خومه با یک خانه یا ویلا بکش. بیل و داس از وقت کشتن در بهار، یک بهار اندر خزان اینجا بکش. شاعری در آسمان یاسمین، روبرویش یک هواپیما بکش. دختری در زمزمست و مست درس، تا بگویی با بکش بابا بکش. دختری در زمزمه است و مست درس، تا بگویی با بکش بابا بکش. کوچه مخروب و پرلای و گلم، بر سرم گل پاش کن گلها بکش. خانه را آتش نزن با بمب خود، ای افغان خانه را آتش نزن با بمب خود. گرمی اندر خانه سرما بکش، جای جوهر خون دل را میدهم. من جای جوهر خون دل را میدهم، یا که جانم را بگیر اما بکش. روز مرگم جای تلقینت مرا، با همین بیتم لب دریا بکش. دختری در زمزمست و مست درس، تا بگویی با بکش بابا بکش. ایر یک ما پیش نشته بودم، زیبا بود، حماسی طور بود، از تو خاطر خواستم. خیلی زیبا بود، سلامت باشین. تصمیم دارین در آینده شعرهای تانا یک مجموعه شعری چاپ بکنین در روزهای نزدیک؟ بله دقیقا، من فعلا خب در اول بس ما شما وارد شدیم پراگنده شده میگه پا، چون پیلی امو یک تفسیر یک بیت مولانا است که میگه دهن پر از حرف است، اگه باز کنم چی چیزا بگفتن باشه. ما جمع کردیم اشعار خودم به شکل پی دی اف در کامپیوتر امرای ما است، که من میفهمم که یک کتاب شاید در حدود 60 صفحه یا 70 صفحه شوه. درست. که هر صفحه یک غزل باشه، یک مجموعه شعری مثلا بگوییم. بله. و اونا رو بعض اساتید مثلا صدالدین فیروزی و همچنان استاد سیاهی رفعت، استاد دانشگاه کابل است،
به اینا هم نشان دادیم، اینا تایید کردن، کنارزی تشویق کردن و انگیزه دادن، ولی فعلا نه، فعلا ما چاپ نمیکنم. اگر من کتاب بیرون بکشم به شکل پی دی اف میکشم، اما فعلا چاپ نمیکنم. و این میگه استدلال دارم که فکر نکنم وقت برنامه قدر زیاد باشه که ما سر ما فرصت داریم، ولی شاید عزیزایی که برنامه رو بیننده هستن بر تعداد زیادشون سوال خلق شوه که بله. شعر دارین، تعداد نویسندگی زیاد کردین، چرا چاپ نمیکنین؟ بله. سوال اگر من استدلال من سوال بر اکثریت مردم خلق میشه. بله. خوب است صحبت بکنیم سرش. استدلال ما که از مردم بگیم تطابق داره یا مچ میکنه با خیلی استادای بزرگ ادبیات. استادای ادبیات به این فکر هستن که میگن شما وقتی که اشعارتان نوشته میکنین باید به این فکر به این برسین وقتی من چاپ میکنم این بعد از من کاربرد خوب سی زیاد داره. مثلا چه قسم براتون بگم، من در سن 20 سالگی چاپ میکنم اشعار من، بیرون میکشم، من 40 سالگی اگر زنده باشم 100% مطمئن است من کتابای دیگه چاپ دارم. این کتاب به اسم چاپ میشه احمد نصیر مهراس و اون کتاب به اسم چاپ میشه. مشکل چی است؟ اینال من مشکل در چی میبینم که اگر شخصی بیای بره بخونه این فکر میگن خو یمی مهراس 40 ساله نمو است، اونم کتاب که قبلا نوشته. که من میخوام اگر 30 ساله باشم یا 35 ساله باشم میخوام یک کتاب چاپ کنم، اگر طول زندگیم یک کتاب باشه ولی یک کتاب ما کارا باشه و حداقل یک کنش تاریخی رو در بر داشته باشه، مثل کتاب ملت عشق الیف شفق. شما دیدین کتابای متعدد چاپ کردن ولی یک کتابشون باعث شد که بالا آمد. ما میخوام یک در دارم، من ذهنی از دیگه نال شما شاید استدلال داشته باشه، نگار داشته باشه. بله. فرق نمیکنه نال امی هنر ادبیات یا هنر نویسندگی و این موارد که هستی سال به سال تغییر میکنه، اما چیز تغییر میکنه؟ طرز نوشتار، طرز گفتار، طرز حتی مود واژه ها. نه سال به سال نه، بعد از یک مدت زیاد تغییر میکنه. علوم انسانی میکنه. حالا شما مثلا حرف هایی که حالا دستن سال که هستین، حالا بس ما سن سال نیست. بخبر. اگر بیاین شما چیزایی را که نگاه بکنین در 40 سالگی و شاید خیلی هایش پس دوباره دوست ندارین که بگوین یا تغییر بتین یا بله کارهای بله. دیگه بکنین، ولی نویسنده ها رو شما میبینین شاید بیشتر از ماها شما مطالعه کرده باشین یا میکنین. به هر حالش هر سال نویسنده ها رو میبینین کتاب های عجیب و غریب رو بله. با گونه های متفاوت متون ادبی چاپ میکنن، هیچ بله. فرق هم نمیکنه، ولی دیدگاه شما عجیب است که میخواین در کل عمرتان یک کتاب داشته باشین. نه نگفتم، مرسی که شما برداشتتون غلط است. نگفتم طول کل عمر یک کتاب، من براتون گفتم که یک انسان میتونه در طول عمر یک کتابش تاثیرگذار باشه، باعث کنش تاریخی شوه. بین نگاهی متوجهت من نبودی، گفت مثلا براتون دادم، گفتم الیف شافاق کتابای متعدد چاپ کرده اما ملت عشقش بالا میاد. شما کدوم کتاب دیگر از رو میشناسین؟ کتاب بزن تان است از کیره؟ از الیف شافاق کتابای زیاد دارم. نه من ملت عشق شما هم شنیدین من شنیدین؟ نه اون بالا اومد. باشه درست است. مو دلیلش یک گپ دیگر هم میخوام اضافه کنم، یک گپ دیگر هم میخوام اضافه کنم که از من شاگردای من بوده که مثلا کتاب چاپ کردن. یکی از شاگردای من است که خب من هیچ وقت نور نمیکنم، ما استادتان میگم که مثلا یک دوست، یک رفیقم رایتان پیش میرم و به اسم دیبا امین است که یک کتاب نوشته کرده به اسم عشق در اولین نگاه، یک رمان است البته اون نوشته کرده. درست. ولی امو استدلال که ما رو منتقل کردیم اون به عقیده است این فلان که میگم چاپ نمیکنم ولی به شکل پی دی اف مل اینترنت بسیار پخش کرده و بسیار علاقمندم داره، یعنی من اگر پخشم کنم به شکل پی دی اف میکنم 100%، ولی به شکل چاپ فعلا تصمیم ندارم. حداقل از دانشگاه فارغ شوم و داشته هایی که من یک داشته های کمی که دارم این چند برابر شوه، بعد از اون اقدام به چاپ میزنم. ان شاء الله که چاپ میشه مجموعه تان و ما البته بس نویسندگی بود، شما مجموعه باز شعر میشه. ما هر اون چیزی که از خداوند شما رو با آرزوهایتان برسونه و چاپ کنین کتابایتان به دست هم نسلای خودتان برسه و بخوانن و حداقل بتونین اندک بتونیم هر کدام ما با کلمات و واژه هایی که نوشته می کنیم تاثیرگذار باشیم بر اجتماع خود، یک دنیا حرف و حدیث است همین میارزه. در جریان تدریس یا در جریان درس خواندن آدم روزمره امکان نداره با اتفاقای خوب و بد روبرو نشه. از جالب ترین خاطراتتان که همیشه ما هر کدام ما داریم یک خاطره جالب، یکی نه ده تا، ولی بعض خاطرات هست همی که در ذهنت می آید می خندی با خودت، همچون موارد هست. اگر در زندگی بگوین که من خاطره بسیار جالب دارم که براتون بگویم حتما می خندین، و اگر در حساب تدریس اگر بگوین باز او هم خاطرات هست. مهم نیست، همی یک خاطره جالبه که هر گاهی به یاد خودت بیای بخندی و نمو کلش یک حرف جالب است. من چند مدت پیش بدخشان می رفتم و شما میفهمید که هر سمت و طرف افغانستان لهجه خاص خود داره و
خیلی جالب می باشه برام مردم، از ما با اونا جالب می باشه. لهجه بدخشی هم خیلی شیرین است، من خیلی دوست دارمش. باز در متارک ما بودیم، یعنی بینشان شاید من فقط از کابل بودم، در کلشان بدخشی بودن. و در سالنگ موتر ما استاد شد و رابندان شد دیگه. دو تن از هموطنای بدخشی ما با لهجه غلیظ بدخشی صحبت میکردن. سن سالشان هم زیاد بود، بسیار قیافه بسیار زیبا هم داشتن، نمکی بسیار. خب کل مردم دغدغه چمی بود که چه وقت موتر حرکت کنه که بریم که الجا بند موندیم. ولی دو نفر برمای خیلی جالب از طول عمر فکرشان براتون بگم، یا دعوایشان بالا چی بود که یکیش به دیگه گفت با لهجه بدخشی که بچم امی سرک پما یا سرک ارگو. ارگو یکی از ولسوالی بدخشان است، یعنی ای به او گفت که امی سرک بزرگتر است یا سرک ارگو، سرک سالنگ. او گفت نه، کاش در اختلاف شد، گفت نه سرک ارگو کسی که کلان است. خودم جنگ اینو خیست، یعنی او یه موضوعی رو رفتن مانده بود جنگ اینا سر کام موضوع خیست که این سرک بزرگ است، سرک ارگو بزرگ است. ایری شیور کشکو پکول رو کشکو یک حالت دیگه مدر رخ داد دیگه. مردم آن قدر خنده کردن، ما آن قدر خنده کردن، کلکس حاضر نمیشد برای جنگ اینا رو خلاص کنن. یه چیزی بودن، شوخی داشتن. من نمیفهم که اینا رفیق بودن از رفاقت جنگ کردن یا نمیشناختن یک دیگره، ولی با اون لهجه غلیظ بدخشی با هم دیگر دعوا میکردن. برای من خیلی جالب بود. و از اون جالب ترش که یک کاکای دیگه که من سن سال نو بود از آخر خیست گفت بیست بیست میرم متر میکنم سعی کردم برم که جنگتون خلاص شه. یه زیک از جالب تر بود میرم متر میکنم برم شما تا آرام کنید من برم بردی شو برم متر کردم بیایم میگم که کدا به یکی شما بیست رو دارم برمان جالب است هر وقت یادم نه خنده میرم. بسیار زیاد تشکر میراد صاحب. و در اخیر منیس حرفای اخیر پیامت به هم نسلای خودت را دوست دارم از طریق همی کمره با بیننده شریک بسازید. ببینین ما پیام خوب، پیام خوب بسیار زیاد است. بله. کسی که بسیار گپ و گفتن داشته باشه پیامش هم زیاد میباشه، ولی ما میخوایم بگویم که همیشه به کسایی که مثلا امروز هم کاری کردیم یا رفیق و دوستان هم گفتیم که اگر از لحاظ برداشت بگوین یا علمیت بگوین من شاید کمتر از شما بفهمم، ولی از لحاظ اقدام ما کوشش میکنم که بیشتر از شما اقدام کنم. یعنی در کمترین شرایط و در محدودی یک مثلا موقوف هستم کوشش میکنم که فراتر از او اقدام کنم و بسیار داشته های زیاد برسم. من میخوایم به جوانا و کسایی که از طریق تلویزیون یک ما رو بیننده هستن میخوایم بگویم که اگر شما به خاطر نکردن یک کار بهانه پیدا کنین، صد بهانه است من این کارو نمیکنم. هوا گرم است، هوا سرد است، نمیدونم زمستان است، تابستان است، فردا میکنم، پس فردا میکنم. ولی شما کوشش کنین در هر کار به خاطر کردن یک کار یک بهانه پیدا کنین. و یک بهانه باعث میشه، شما قبلا گفتین که در راجع به کتاب اینا، خب انسان خودش میفهمه که در درونش چی میگنجه و چی است. اینا کسایی که مرا میشناسن همیشه وقت تاکید اینا می است که یک کتاب چاپ کو. و حتی من موضوع کتاب براتون یک موضوع بگم خاطر جالب است که چندین نفر مرا گفته که من به شکل اسپانسر برات میشم. گفتم من نوشته هایت بسیار دوست دارم، تو کتاب چاپ کو، من برات به حساب 1000 مثلا تیراژ میزنم، برو 1000 جلد چاپ میکنم برات. ولی ما میخوایم بگویم که باید بیاندیشیم که در کدام زمینه تاثیرات ما زیاد میباشه. یعنی ما تاثیرات ما در سایه آنلاین است، زیاد است. ما کوشش میکنیم از طریق آنلاین چی رایگان و چی باید از اینی بسیار اندک و کم ما داشته های خود انتقال بدم. بسیار جد تشکر از اینکه وقت گذاشتین به برنامه آمدین. خیلی ممنون. خیر باشید. تشکر از شما. عزیزا بریم طرف یک وقفه کوتاه. شام یک ادامه داره. ادامه برنامه را بخش گجت یا تکنولوژی برنامه است که منیره جان با شما خواهد بود. زود برمیگردیم. بیننده عزیزی بود برنامه امشب. آرزو دارم که شما هم تا ختم برنامه بیننده بوده باشین. اگر به هر دلیل نتونستین برنامه را ببینین، باز میشه سر بزنین به شبکه های اجتماعی ما، از اون طریق برنامه را دنبال بکنین، پیشنهادات و انتقاداتتان همچنان برای ما پانویس بکنین. همکارای ما تلاش میکنن اون رو در نظر بگیرن تا برنامه مطابق میل شما خانواده های عزیز آماده شود و تهیه شود تا رضایت شما را ما دریافت بکنیم. فردا شب سر ساعت 7 باز دوباره مهمان خانه های شما میشیم با مهمان های دیگر و موضوعات متفاوت دیگر. تا فردا شب همه ایتان به خدا میسپاریم. متوجه خودتان، خانواده ایتان و کودکای نازنینتان باشین. خدا نگهدار.